سلام و درود بر شما هموطنان گرامی، به شما بینندگان عزیز، به شما مردم دلیر ایران و به خانواده هایی که پس از گذشت 37 سال هنوز از جگرگوشهاتون خبر ندارید. یک روز غم‌انگیز پا شدید و جای خالی بچه هاتون رو دیدید. سالها تلاش کردید تا خبری از فرزندانتون به دست بیارید، اما افسوس که سیر حوادث عزیزانتون رو در تندبادی پیچید، از نظرها گم کرد و به خاطرات سپرد. حکایتی که دل هر انسانی رو به درد میاره و با زخم و اندوه به جا مونده از اون همراهی میکنه. کسی حاضر نیست این در را باز کند. این فریادها پاسخی ندارد. من مادرم، تک فرزندم، تنها فرزندم، 8 سال اینجا اسیره. شما به من بگی در عرض این 8 سال ما نمیتونیم حتی 2 دقیقه بچه خودمون رو ببینیم؟ این دختر او 1 ماه توی شکم مادرش بوده. پدرش رو اینجا اسیر کردن. مادر شما خواهش میکنم هر کمکی که میتونید فراهم بکنید، فقط پدرم رو ببینم. اون رو رد کنید دیگه این نمیخوام. 22 ساله حتی یه نامه ازش ندیدم. سه روز طول کشیده که تا اینجا آمدیم، از نهاوند، شهرستان، همدان آمدیم. آیا بچه ها تو نمیخواد شما رو ببینن یا سازمان مجاهدین نمیذاره شما اونا رو ببینن؟ اونا نمیذارن بچه ها، میذارن رو دون سنگ، پری رو سنگ بازم افت کردن. این خانواده هایی که بعضی 2 سال اینجا بودن، من 9 ماه پارسال اینجا بودم، الانم بیمارم اومدم، شوهرم بیمار بودی فرستادمش، 23 سال بچه من اینجاست. آقای مصطفی در تورنتو نظر شما چیه؟ سلام از کدام، خسته نباشید. سلام بر شما. من مصطفی محمدی هستم از کانادا. پدر سمیه محمدی که دختر من اسیر و گروگان دست فرقه تروریستی مجاهدین. Just want to see her. Just want to see my daughter. That's it. Just I want it. 20 years. I'm not seeing my daughter. Please help us. خب میبینید این احساسات و عواطف انسانی این خانواده ها رو میبینید؟ اما پاسخ مجاهدین به چنین اخباری، به چنین فیلم هایی، به چنین جمعیتی از خانواده های عظیمی که در برابر این پایگاه های مجاهدین دور هم جمع شده بودند و یک صدا فریاد می زدن و خواهان دیدار با عزیزانشون بودند چی بود؟ این سگ های زنجیری رو که بیش از 50 روزه دم در به اشرف هستند، و اشرف فرو می خورد و تحمل می کند و شکیبایی به خرج می دهد. ما بسیجی نیستیم، ما خانواده هاتونیم. بیچاره ها، شما فریب خوردی، ما خانواده هاتونی. و چه باید کرد در قبال سازمانی که در به همه پایگاه ها و پادگان هاش رو در 37 سال گذشته به روی این خانواده ها، به روی این پدران و مادران نالان و زخم خورده بستند؟ بله، حقوق بشر رو فقط در قبرستان ها نباید جستجو کرد و به آنان که زنده هستند نیز باید پرداخت. حقوق بشر همینجاست.